روباه زیرک بود نبود یک روباه بود وای دایی مرغ‌های دهه را دزدیده می‌خورد است و خورده می‌گشت است رفته رفته روباه پیر شده دیگر دزدی کردن نتوانسته فریب و حیله را پیشه گرفته است یک روز سحری بر وقت خیسته به دست عصا گرفته به دهه آمده بیند که یک خروس در سری دیوار قوقو کنان آدمان را بیدار میکند خروس روباه را دیده گفته است روباه مکار عصا در دست گرفته خطای تا پیر نشان داده یا میخوایم جانداره که بیچاره را داشته خوری ای خروس ایتری نگو ما در حقیقت پیر شدم توبه کردم دیگر یگان جاندار آزار نمیدیم باغ دارم مثل بستان تاگزار و میوزار ارزن و گندم پخته ریخته خواب رفته باز با من چی در کر؟ آتای روبو همی گپ درسته؟ پرسید خروس البته درسته نخود که ما داری پیری که یک پایم بلاوی گور رسیده گپ دروغ بگو؟ خروس با گپ روبو باور کرده گفت ای روبو مرا با باغت نمیبری و کم ترکک تماشا کنم و یکون کم ترکی دیگه گندم خورم و شکمک ما نغزکک سیر کنم برای چی نمیبرم؟ میبرم گفت روباه خروس از سر دیوار فرامده همراه روباه رفت در راه از پیش یک مرغ برامده قد قد کنان پریده به شاخ درخت نشسته گفت ای روباه شیطانه خروز بیچاره را فریب کرده خوردنی برده استی روباه خاموش استاده خروز گفت ای مرغ تری نگو نمیبینی روباه پیر شده گیه توبه کده دیگه یکان جاندار آزار نمیتیه و یه تباخ داره بوارک مثل بستانه تاکزار و میوزارش نمیگوی ارزان و گندم پخته ریخته خواه کده گیه ما با باقی وای میریم ای روباه همی گپ راستای کو بگو پرسید مرغ البته راستای نخود که تو با گپی خیشت باور نکنی مرغ فکر کرد و گفت مرا همراه نمیبرین چرا نمیبرم میبرم روباه خروس و مرغ هر سه رفته ایستاده بودند که ناگهان یک بیدانه فیری کرده از پیششان پریده با سر یک تپچه نشسته گفت ای روباه شیطانه خروس و مرغ فریب کرده خوردنی بردستی خروس و روباه چیزی نگفته مرغ گفت ای بدونه ایتری نگو روباه پیر شدستای توبه کدای که دیگه یگون جوندور از او ازور نمیتیا و یا باغ دوره رنگی بستونای تاگزار و میوزار ارزان گندم پخته ریخته خواهوی محال باغی وای میره ای روبا همین گپ راسته؟ بدونه پرسید البته که راسته نخود که تو با گپ آشنات باور نکنی بدونه فکر کرد و گفت گوش کنی؟ مرا همراه نمیبره؟ من هم یک تماشا کنم و یک شکم سری ارزان بخرم مگر نمیبرم بیا رفتیم همراه ما چورتا شده رفتن گرفتن خیلی راه رفتن بعد روباه گفت من پیر مونده شدم یک وقت ها در همین نزدیکی یک خانه چه داشتم بیا بریم کم تر دم بگیریم خروس و مرغ و بیدانه راضی شده از پشت روباه رفتن روباه آنها را بلبی غار آورده گفت کو مرحمت دروین دروین مهمانان عزیز نه 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 اول شما دروین شما کلانتره اخی گفت خروس نه نه ای خانه ما های شما مهمانین اول شما بدروین خروس و مرغ و بیدانه به غار در آمدند روباه در دهان غار نشست و به خروس گفت کنی خروس یگان حکایه بگو گوش کنیم ما حکایه را نمیدونم شما گوینه که شما سال خورده دنیا دیده هسته بسیار چیزا را ایمان نخستر میدونه گفت خروس حکایه را که ندونی برای چی سهر قطی قوقو گویا آدم را بیدار میکنی برای ای کاری نصبا بود تو میدونی چی جزا میبینی آهای روبا
ما چوکادم چی جزو؟ ترسیده و لرزیده پرسید خروس. جزوی تو مردنه. گفت روباه. سانی روباه با مرخ رو آورده گفت ای مرخ یگان حکایه بگو گوش کنیم. نه من حکایه را ای کجا می دانم؟ شما بگین که زیرک و دانشمند شما هستین. گفت مرخ حکایه را که ندانی برای چه هر وقت که تخم زایی تمامی آوست سر داده قد قد کنان گوش آدم را کر میکنی. وی با جزای من مرده نه. از جانش امیدش را کنده گفت مرخ ها مردم بدای. جواب داد روباه. بعد روباه با طرف بیدانه روی آورده گفت تو هم عیبدار هستی بیدانه. نه من یک گله شاهد دارم، آنها تصدیق میکنند که من بیگناهم، فهمیدی؟ روباه فکر کرد که اگر رود و باز یک جفت بیدانه گرفته آرد سایدش پنج تا میشود. دو سه روز کیف کرده خورده میگردد. همین خیل فکر کرد و کبرای شاهی تبیار بمره بیدانه را سر داد. بیدانه فیری کرده از غور پریده رفت. در بیشه مرد را دید که سگی تازی پیش پیش شکار کرده میگشت. بیدانه پیشی تازی رفته نشست. تازی او را میگیرم گفته بیدانه پریده آن طرفتر مینشست. تازی تاخته آمده باز میگیرم گفته پریده باز آن طرفتر مینشست. همین خیل کرده بیدانه سگ را بلبی غار آورده است. تازی بوی گرفته فهمید که در غار جانداری هست. وای به غار زده در آمده روباه را داشته براورده است. آنایی شایدهای مای گفت بیدانه شادی کنان. تشکر بیدانه جان، جانی مرا ای مکار خلاص کردی. خروس و مرغ برآمده به دهه رفتند. تازی باشد روباه را این طرف کشاله کرده آن طرف کشاله کرده. همین خیل وای کشاله کرده روباه را به جزا رسانیده است.